مناسبت ها. اول جولای برابر با دهم تیر ماه، روز جوک گفتن. بله، امروز روز جوک گفتنه. خب بعضی ها معتقدن زندگی ما انسان ها پر از مشکلات و معضلات و استرسه و هر کاری که میتونیم باید انجام بدیم تا کمی از این تنش ها رو کم کنیم. یکی از این روش ها تعریف کردن یا گوش دادن به جوک. البته تأثیر جوک به نکاتی بستگی داره که بد نیست به مناسبت امروز به چند تا از مهمترین اونا بپردازیم. نکته اول در مورد زمان تعریف کردن یک جوکه. تصور کنین وسط یه جلسه رسمی یا یه جلسه ترحیم و یا وقتی که یه نفر داره از عصبانیت آتیش میگیره و یا وقتی که کسی با جدیت مشغول یه کاره، یه کسی یه جوک تعریف کنه. خب اگه این جوک سالم باشه، نتیجه جز ناسزا شنیدن برای گویندش نداره. نکته بعدی درباره جوک اینه که چه کسی داره اون جوک رو تعریف میکنه. یعنی آدمای بامزه قابلیت اینو دارن که بیمزه ترین جوکا رو تعریف کنن و همه رو از خنده روده بر کنن. ولی وای به روزی که یه آدم یه نمور بی نمک بخواد جوک تعریف کنه. اون وقته که بهترین جوکای دنیا می سوزن و از بین میرن و تا به خودت بیای میبینی جوک تموم شد و تو نمیدونی که بخندی، گریه کنی، چه عکس العملی نشون بدی. یادتون باشه یک جوک هر چقدر بامزه باشه دیگه بعد از چند بار شنیدن بیمزه است و هیچ جذابیتی نداره. جوک گفتن برای خندیدن، شاد شدن، برای رفع خستگی و تمدد اعصابه. خب این چه اصراریه که با جوک گفتن به ملیتی یا قومیتی توهین کنی یا دل یه عده رو بشکنیم که مثلا بامزه ایم؟ خب این که بدتر اضافه کردن یه زخم به زخمای مردمه. ولی دوست عزیز معتقده ممکنه گوینده جوک رئیس شما باشه. در این صورت مهم نیست که چقدر این جوک خنده داره یا نه، مهم اینه که شما هم همرنگ جماعت شده و در قهقه زدن از دیگران گوی سبقت را برو.